توی پروازهایی که توی شیراز انجام میشد ما افتخار پرواز با جناب محققی را من داشتم. مثلا یک نمونهش من میگم که ببینید این آدم از نظری که چقدر حساس بود به مملکتش، چقدر حساس بود به وسایل سازمان، به وسایل بیت المال، خیلی حساس بود، چقدر حساس بود به مردم مملکتش. ما اومدیم چهار فروندی بلند شدیم رفتیم، میخواستیم بریم گانری. خب بریف هم شد مثلا 500 پایی پرواز بکنن، 300 پایی مثلا پرواز کنن یا 500 پایی، الان حضور ذهن ندارم، با فاصله به سال پشت سر هم بریم و بیایم توی رنج شروع کنیم تیراندازی. ما بهار بود چون خیلی سرسبز بود اطراف کوهستان و اینا، موقعی که ما رفتیم من دیدم که مثلا باید 300 پا پرواز کنه اومده 700 پا پرواز میکنه. بهش گفتم که جناب آقا چرا اومدی 700 پایی؟ شما تو بریف گفتی 300 پا یا 500 پا، اما شما 2300 پا اومدی بالا، برو پایین. هواپیما رو یک کم توی گردش داد، گفت قلم حسین پایین رو نگاه کن، اینجا همش مرغداریه، مرغداریه. این مرغ همش میترسن، ببینی چوپانا رو، گوسفنداشون، صدای هواپیما لابلای کو صدا خیلی زیاده، سرعت زیاده، این گوسفندا تارمار میشن، تا آخر شب نمیتونه اینا رو جمع بکنه. ببین بالا نشسته فکر چوپان و اون مرغداری هستش. اومدیم توی رنج، اومدیم توی رنج. خب ما تو کابین عقب که میشینیم باید بهش بگیم که آقا مثلا سرعت دینه، انگل دینه، برو حالا مثلا شلیک کن. میگم مثلا باید راکت میزد، اومدیم راکت نمیزنه. برجم مثلا چی میگفته که آقا درای. بهش گفتم چرا نزدین؟ گفت ما که بلدیم تیراندازی کنیم، بس چی بیت المال رو خرج کنیم. گفتم پس ما اومدیم بالا چی کار کنیم؟ گفت بذار اونا که بلد نیستن، آموزش دارم میگم، بذار اونا تیراندازی کنن. ببین خیلی همچین اخلاق و روحیاتی داشت که، و از نظر انضباط و از نظر تمیزی، ببینی که یه نفر که فرمانده گردان میشه الگو میشه برای شاگرداش. این لباس پرواز شسته، هر روز اتو کرده، من ندیدم کسی لباس پروازش اتو کنه. این اتو میکرد، خط مینداخت، اسکارف خیلی خوشگل، این کفش اینقدر برق میزد که اصلا آدم کیف میکرد، این آدمو میدید. این مثلا خاطری بود که من تو دوران پرواز ازش داشتم. ولی این اواخر که اومد دیگه همسایه ما شد و وقتش بیشتر میومد توی دفتر ما میگذرون، مینشست با ما درد دل کردن، از خیلی جاها صحبت میکرد. مثلا از یه خاطره خیلی قشنگی که ازش دارم، ایشون قبل از که بیا توی ارتش معلم بوده، معلم آموزش پرورش بوده. ایشون توی یه روستای اطراف تبریز میرفت و درس میداده. طرف میگم میگه موقع که من رفتم توی روستا، اومدم پدر مادر این بچه ها رو جمع کنم، اجازه نمیدادن این بچه ها رو ما بیارم سر کلاس، اصلا کلاسی نبوده. میام با همت نمیدونم کت خدا میره باش صحبت میکنه، حالا تو خودش هم ترک بوده با اونا ترکی صحبت کردن، میان یه اتاقه که کوچولی درست میکنن با هزینه خودشون، بعدن میره میشینه با اینا صحبت میکنه که این بچه ها رو بیاره سر کلاس. پسرها رو راضی میکنه بیارن، ولی دخترها رو اجازه نمیدادن. اینقدر میشینه با اینا چونه میزنه، دخترها رو هم راضی میکنه. میگه حالا آوردیم این کلاس هم آماده کردیم، پول نیست، نه قلمی، نه کاغذی، لوازم تحریری، هیچ. بچه ها کثیف، میگفت سرها کثیف، صورتها کثیف. میگفت من مجبور بودم بیا این بچه ها رو بردارم ببرم تو کوه گل گاوزبون بچینم. میگفت اون منطقه گل گاوزبون زیاد داشت، این بچه ها گل گاوزبون جمع میکردن، من میکردم توی یه کیسه برمیداشتم میبردم تبریز، میبردم اینا رو میفروختم، با پولش برای اینا قلم کاغذ تهیه میکردم، یا صابون، صابون میگرفته میبرد، این بچه ها رو میبرد سر چشمه میشستشون. ببین اینقدر آدم حساس بود، اینقدر آدم وظیفه شناس بود. من واقعا الان چیزایی که امیر صمدی، امیر زمانی گفتن، صد برابرش من تایید میکنم که این آدم واقعا چیزی کم نداشت از نظر وطن پرستی. و متاسفانه خب یه مقدارم اذیت شد و یه مقدار که من حالا سانسورش میکنم. و من تشکر میکنم از جناب شاسفی، شاسفی ایشون رو دوباره ازش انقدر رفت در خونش، انقدر رفت در خونش، ایشون اجازه نمیداد چون واقعا دل شکسته بود، اجازه نمیدادن مثلا بره. بعد از لاقل 10 بار، چون خود تیمسار شاسفی هم به من گفت، گفت ما چندین بار رفتیم، خودش هم تعریف میکرد، آخر بهش گفته اگر میخوای بیای توی خونه خودت تنها بیا.
با این روحانی عقیده سیاسی و نمیدونم نمیخوابیه، میره اونجا دلجویی ازش میکنن و واقعا هم دستش درد نکنه جناب شاه صفی. ایشون باعث شد که تقریبا دوباره اومد توی بچه و اینا با بچه اصلا ارتباط نداشت. دوباره اومدنشون رو شما هم ماجرای زمان اول جنگو دارین میگید؟ نه 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 بازنشست شده بود، بازنشست شده بود، خب رفته بود گوشه‌گیر شده بود، اصلا با کسی صحبت نمی‌کرد. چون من خواستم بپرسم که مرحوم محققی مثل محمود اسکندری مشکل بازنشستگی اونا داشت؟ بله داشت. الان اونم خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون ببین از این راهبای خب عذرشون می‌خواد. برای میشه میره هواپیما کشوری، میره هواپیما کشوری مثل که ارباس 300 نمیدونم چی میپریده اونجا، هم یه مدت کوتاه اونجا هم عذرشو میخوام. یکی از گله هایی که میکرد همی بود که میگفتش که اومده رفته قلبشو عمل بکنه، نه بیمه ارتش داشت نه بیمه هواپیما کشوری رو. بعدا رفته بودن به بنیاد شهید گفته بودن آقای شهیده، یکی از گله هاش این بود که اون خیابونم برداشتن تو تبریز به نام شهید، پرونده بنیاد به اصطلاح ایثارگری بنیاد شهیدش هم شهید اعلام شده بود، در اصل ایشون در قید حیات بود و هیچ خدمات پزشکی بهش ندادن. بازم کمک امیر شاه صفی بود که بردن بیمارستان نیروی خوابوندن و قلبش البته برای قلب نرفت، رفت برای گردن که رفتن اونجا گفتن آقا قلبش اصلا بدتر، بذار اول قلبش عمل کنیم بعدن گردنش عمل کنیم، که نه خیلی مشکل داشتن. این مشکلی که ببخشید خواهش میکنم داری اشاره بکن که فرمانده فعلی نیرو هوایی هم اومد این آخری که بود برد بیمارستان خوابوندش. بله جناب نصیر زاده رو میفرمم. نه و چیز و الان همین واحدی، واحدی این هم اومد خونه شد. واحدی بعد از فوتش اومد، بعد از فوتش اومد، بعد از جناب واحدی بعد از فوتشون اومدن که اومدن به خانوادهشون سر بزنن، ولی او عملای اصلی رو در زمان شاه صفی انجام دادن بعد جناب نصیر.